بینندگان عزیز، در بخش فرهنگی و هنری این برنامه خبری امروز ما توجهتون را به گفتگوی جلب میکنم در زمینه آرت تراپی، در واقع هنر درمانی، که میدانیم هنرهای درمانهای مختلفی وجود دارند. خنده درمانی یکی از آنهاست و یکی از دوستان هنرمند تحلیلگران مسائل مختلف روحی و غیره یک کتابی هم در زمینه شعر درمانی نوشتن ایشان و به هر حال نقطه های مختلفی می شود برای درمان نه فقط بیماران که نیاز به درمان دارند، بلکه به طور کلی برای اکثریت مردم کنونی جهان که به هر حال با توجه به مشکلات اقتصادی که همیشه در خبرهای ما هست، مشکلات بسیار سخت سیاسی و بسیار مسائل دیگر، همیشه به نوعی درمان و به نوعی استراحت فکری نیاز دارند. توجه شما را به صحبتاتی که با خانم پریسا امیر مصطفیان، دوست بسیار عزیز، خانمی که من دو سه بار در خدمتشون بودم، در زمینه بویژه همین به صحبتی که کردم در زمینه آرت تراپی، ایشان متخصص هستن، صرف نظر از آن که ایشان تراپیست فامیلی تراپیست هستن، ولی به هر حال آنچه که ما امروز صحبت میکنیم با ایشان در مورد هنر و ارتباط آن با رفع مشکلات روانی. خیلی خوشبختم از حضور شما خانم مصطفیان. خیلی ممنون از اینکه اجازه دادین در خدمتتون باشم. خواهش می‌کنم. همین پرسش اولی من خودم به خود توضیح دادم، ولی خود شما بیشتر توضیح میدید. بله. در این زمینه که آرت تراپی به چه مفهوم هست؟ بله، آرت تراپی یه علم تقریبا جدید روانشناسی هستش. بله. روانشناس در زمینه توی آرت تراپی، ما با استفاده از کار دستی یا نقاشی که کلاینت یا ارباب رجوع پیش ما میان یا شخص که پیش ما میاد، میتونیم از طریق گفتار به ضمیر خودآگاه و افکار فرد دست پیدا بکنیم و از طریق اون کار دستی یا اون نقاشی که درست کردن، ما به ضمیر ناخودآگاه فرد دست پیدا بکنیم و افکاری که خودشون اصلا آگاهی بهش ندارن، و این باعث میشه که ما بتونیم به راحتی به یه تشخیص خیلی دقیق دسترسی پیدا کنیم، به صحت تشخیص، به سرعت تشخیص و به سرعت درمان من کمک میکنه. خب فکر میکنید که این آرت تراپی حتما باید در برابر شما آرت هم وجود داشته باشه، نقاشی، مجسمه و غیر و غیره در این زمینه، که با اون طریق تراپی بکنید، با اون طریق به طرف یه مقدار درمان روانی بدید، یا اینکه همینطوری با صحبت هم میتونید که این حالت آرت تراپی داشته باشید؟ فرم بیشتر تراپی ها به صورت گفتار هستش. بله. گفتار درمانی یا تاک تراپی بهش میگن. بله. ولی از اونجایی که ما هم لاکچری داریم که تاک تراپی رو داشته باشیم، در کنارش اون آرت متریال رو داشته باشیم، فرد به راحتی میتونه یه مقدار زیادی از درون خودش رو اکسپرس بکنه. بله. و این خیلی از نظر اسپیس و تراستی که بین فرد و تراپیست به وجود میاد کمک میکنه. بله. به اون رابطه، اون الائنسی که بین تراپیست و کلاینت برقرار میشه. یکی از نقاشی‌هایی که من خودم هم خیلی دوست دارم، مال یکی از بهترین نقاشان معاصر ایرانی. بله. ممکنه که نشون بدیم بر شما صحبتی راجع بهش بفرمایید؟ بله بله، اتفاقا اگر ما به ایمیج شماره یک در دسترس باشه نگاه بکنیم، میخواستم من عد کنم که دارو، اگر ما بخوایم فرم آرتی که نگاه میکنیم از بیرون به صورت یک ترکیب شیمیایی بهش در نظر بگیریم. بله، اگر الان همین تابلو نقاشی بعد نشون بدم خیلی متشکر میشیم. بله بله, بله. ما این آرت رو، من برای این دوتا آرت انتخاب کردم اینجا. بله. که به بینندگان عزیز نشون بدم و میخوام اشاره بکنم که نه تنها چیزی که ما خودمون میسازه کمک میکنه ما یه سری مسائل رو در درون خودمون کشف بکنیم، همطور با نگاه کردن به یک ایمیج ما میتونیم کاملا نظر روانی و روحی تحت تاثیر قرار بگیریم. مثلا با نگاه کردن به این نقاشی که یکی از کارهای آقای کامران خاورانی هستش، این لطافتی که تو این ایمیج هست، رنگ و هارمونی که هست، به بیننده، به من حداقل میتونم بگم، نه به طور کلی، به طور کلی آرامش میده. من. و این آرامش و یه حالت شادی در بیننده به وجود میاره. و اگر ما ایمیج شماره دو رو نگاه بکنیم، این ایمیج یه نقاشی خیلی معروف هستش و از پیکاسو،
بله این از پیکاسو هست، اسم نقاش من نمیخواستم برم، ولی این نگه که نقاشی های پیکاسو هست. با نگاه کردن به این آرت، بینندگان عزیزی اگر یه چند لحظه روی این آرت نگاه کنن، میبینن که دچار انگر، خشم، ترس و غم میشن، یعنی یه حالت گیجی و استرس توی بیننده به وجود بیاره. این کاملا ثابت شده از نظر علمی که توی روان انسان مؤثر هستش. ما ایمیجی رو که میبینیم، ما اگر به نقاشی سه برگردیم که تکرار همون، بله این دوباره برمیگردم به این نقاشی، میخواستم عد بکنم وقتی ما جلوی ایمیج وامیستیم بدون اینکه آگاه باشیم، این ایمیج روی ما یه اثری میذاره و اگر اثر مثبت باشه باعث الیویت کردن یه سری هورمون ها و نورو ترانسمیترها توی برین ما میشه که همون کمک میکنه به الیویت کردن ما اموشنالی، به سلامت روان و به تبع سلامت جسممون. این مسئله کاملا ناخودآگاه انجام میشه. من برای اطلاع بینندگان عزیز عرض میکنم اینم که این نقاشی که ملاحظه میکنیم از آقای دکتر کامران خاورانی، معمار و نقاش بسیار مشهور، سبک بسیار جدیدی که مورد توجه بسیاری از استادان بزرگ نقاشی در جهان از جمله UCLA، یک استاد بسیار بزرگ UCLA قرار گرفته و کتابی در این زمینه منتشر کرده. یه سبک جدیدی است که آقای خاورانی اون سبک رو ابداع کرده، سبک به نام ابستراکت رمانتیسم که در واقع حالت تجریدی که در بعضی از نقاشی‌ها وجود داره، یعنی در واقع فیگوراتیو نیست، حالت بسیار متفاوتی است از رنگ‌های مختلف. ایشون با رومانتیزم، با حالت‌های عرفانی، حتی میشه گفت بیشتر از رومانتیزم، عرفانی و الهام گرفتن از شاعرانی بسیار برجسته و عرفای بسیار بزرگی نظیر مولانا، ایشون این نقاشی‌هاشون رو تنظیم می‌کنه. حالا ادامه بفرمایید. بله، یکی از بزرگ، یکی از فرموس سوشال آرت هیستوریان توی دنیا، آلبرت بوم، کتابی راجع به کارهای کامران خاورانی نوشتن و اسپشیالی راجع به این نقاشی که اسمش آفرینش است. این نقاشی رو با یکی از کارهای مایکلانجلو، کریشن مایکلانجلو مقایسه کردن و در کتابشون ایشون نوشتن که کامران خاورانی معنی آفرینش رو به تصویر کشیده در این نقاشی، نه داستان داستانش رو و نه اشکال که نشون بده که اشکال مثلا داستانی است. و چون این به معانی برمیگرده، به تبع روی ما وقتی که نگاهش میکنیم اثر استرانگ تری داره. یه مژده‌ای هم من برای شنوندگان و بینندگان عزیز دارم که کلمبیا یونیورسیتی یه ریسرچی در دست اجرا دارن که میخوان تحقیق میکنن اثر آرت زیبا رو، بیوتیفول آرت رو، روی فانکشن برین و از کارهای آقای کامران خاورانی دارن استفاده میکنن برای بیوتیفول آرت و همچنین افکت کار آرت های زشت یا آگلی آرت اسمشو میذارن. ولی من ترجمه میکنم این دو جمله ای که شما گفتید، بیوتیفول آرت، آرت زیبا، هنر زیبا بر روی مایند و روی برحال فکر. میخوام ببینن چه اثری هنرهای واقعا زیبا در انسان به وجود میاره، کما که خود طبیعت که زیباترین تصاویری است که متاسفانه در دنیای ماشینی امروز بسیاری از ما فراموش کردیم. ما بسیار لطفی که کردید، انشاءالله در دفعات بعد و فرصتهای دیگری ما در خدمت شما باشیم و به خصوص انشاءالله برای آقای کامران خاورانی، دوست بسیار عزیز و هنرمند بسیار برجسته، یک برنامه ویژه برای شما در تلویزیون کانال یک ترتیب بدیم. خیلی ممنون. تشکر شما. خیلی ممنون. بینندگان عزیز، توجه شما را اینک به گزارش‌های ورزشی رو